موزه هنرهای زیبای شهر یوسون در ایالت تگزاس با بیش از هفتاد هزار اثر یکی از بزرگترین موزه های هنر در آمریکاست. این موزه امسال نمایشگاه منحصر به فردی از هنر سرامیک سازی ایران برپا کرده. این آثار اما نه از مجموعه خود موزه بلکه یکی از بزرگترین کلکسیون های خصوصی هنر ایران در خارج از کشور این آثار رو به امانت داده به این موزه. بیشتر این آثار قبلا در دید عموم هم نبودند. پژمان اکبرزاده گزارش داره از این نمایشگاه. میان دریا و آسمان این نامی است که موزه هنرهای زیبای هیوستون برای نمایشگاه سرامیک ایرانی خود برگزیده اشاره است به سرامیک های آبی و سپیدی که از صده هشتم میلادی به بعد در ایران و چین آفریده شدند هنرمندان ایرانی در ساخت آنها نقش مایه های ایرانی را وارد کردند و بدین شکل به تنوع دنیای سرامیک افزودند ما بسیار مفتخریم که سرامیک های مجموعه حسین افشار رو در این نمایشگاه ارائه کرده ایم. برای هزاران سال سرامیک های چینی به گوش و کنار دنیا راه یافتند و مورد تقلید قرار گرفتند. ولی در این نمایشگاه به شکل ویژه ورود این هنر به سرزمین های ایرانی و داد و ستد میان این دو فرهنگ مورد توجه قرار گرفته. در نمایشگاه بیش از 100 اثر به نمایش درآمده که یک دوره حدوداً 800 ساله را در بر از سده نهم میلادی، زمانی که ایران بخشی از خلافت اسلامی در دوره عباسیان شده بود، تا به قدرت رسیدن دودمان صفویان. این بشقاب از دوره تیموری الهام بخش برگزاری این نمایشگاه بود زمانی که از دور به اون نگاه می کنید یه سرامیک معمولی از چین به نظر میاد ولی زمانی که از نزدیک اونو بررسی کنیم در مرکز اون شیر و خورشید نشانه یه کوهن سنت پادشاهی در ایران رو می بینید این نشان با زرافت تمام و بسیار استادانه در میان نقشای چینی جای داده شده در واقع در همین یه میتونید صدها سال داد و ستد هنری میان سرامیک سازی چین و ایران رو ببینید. سرامیک های آبی و سپید ایرانی اما به مرور دگرگون شدند. سرامیک سازان در آفرینش آثارشان کاربرد خمیر سنگ را هم آغاز کردند و شهرهایی چون کاشان، نیشابور و کرمان به شهرت فراوانی در این زمینه رسیدند. دوره پایانی آثار در نمایشگاه دوران صفویان است. دوره که از آن به عنوان زنده شدن دوباره امپراتوری ایران یاد می شود. شاه عباس از دوستداران جدی سرامیک سازی بود. او از هنرمندان محلی در این رشته پشتیبانی می کرد و خود نیز یک کلکسیون از سرامیک های چینی داشت. در دوره صفوی سوفالگران ایرانی از شگرت های گوناگونی برای ساخت آثارشون بهره می بردن که آبی و سپید تنها یکی از آنها بود آثارشان بخش جدایی ناپذیری از نماهای شهری در اصفهان پایتخت صفویان شده بود این موضوع در نوشته ها نقاشی ها و آثار معماری که از آن دوران به یادگار مونده ثبت شده تلاش های حسین افشار صاحب این مجموعه برای ایجاد یک موزه در ایران و قرار دادن این آثار در آنجا تا کنون ممکن نشده. سرامیک های آبی و سپید او که جز عالی ترین نمونه ها در این هیته به شمار می رود برای پژوهش و نمایش در موزه هنرهای زیبای هیوستون به امانت گذاشته شده. موزه در صدد است در سال 2022 کاتالوگ کاملی از سرامیک های ایرانی در مجموعه او را به چاپ برساند. پژمان اکبرزاده، هیوستون، تگزاس.